آیا موحدی چی شد که از ایران خارج شدین و الان این روزا در کانادا به چه کاری مشغول هستین؟ سلام خدمت شما و تمام بینندگان. عرضم به خدمت شما که من تصمیم به مهاجرت رو از سالها پیش داشتم و یه بار هم تقریبا سال 2012 تصمیم گرفتم مهاجرت کنم به ترکیه و یک سال خورده ای استانبول زندگی کردم. تو این سالها با استانبول یعنی کار میکردم، میرفتم میومدم تا اینکه در واقع ویزای کانادا، کانادا رو که گرفتم، ویزای توریستی رو، با ویزای توریستی اومدم و دیگه با توجه به قوانین جدید اپلای کردم برای ورک پرمیت و دارم سعی میکنم اینجا یک زندگی جدیدی رو شروع کنم. اینه که چی شد از ایران اومدم؟ خب برمیگرده به خیلی از مسائل. یعنی من فکر میکنم تو ذهن حداقل بالغ بر 70% آرتیست هایی که تو ایران کار میکنن، نه فقط آرتیست ها، حتی مردم عادی هم که دارن زندگی میکنن، به هر حال گزینه مهاجرت یک چیزی هست که همیشه تو ذهنشون هست، تو زندگیشون تغییری هست که همیشه تو ذهنشون هست. و خب آرتیست هم طبعا به خاطر تغییر فضایی که وجود داره، چه تو ایران چه تو خارج کشور، من خودم بنا به دلایل بسیار زیادی مهاجرت کردم. خب موسیقی یکی از محجورترین هنرها تقریبا میشه گفت تو ایران بوده این سالها و با ممنوعیت ها و ممیزی های بسیار زیاد و متفاوتی و قوانینی که در واقع سند اعتبارشون فقط برای اون روز بوده، عملا قانون ثابتی وجود نداشته. و به قول یکی از دوستان که یه تایمی میگفت ما اصلا خودمون نمیفهمیم تا کجا مجازیم و تا کجا مجاز نیستیم. به جز اینا قوانین حمایتی هم که در واقع از موزیسین ها تو ایران، تو خارج از کشور وجود داره، تو ایران اصلا نیست. شما به هر حال عضو هر یونین جهانی بشید و آثارتون رو ثبت بکنید، نسبت به اون پخش آثار، حالا بستگی داره فیلم سینمایی باشه، کامرشیال باشه، تیزر تبلیغاتی باشه، بسته به نوع کاری که انجام دادید، شما کپی رایت و رویالتی دریافت میکنید. اینا قوانین بسیار ابتدایی و اولیه‌ای هست که هنرمندان و صاحبین آثار در دنیا ازش بهره‌مندن و متاسفانه آرتیست ایرانی ازش بهره‌مند نیستن. و هزاران دلیل دیگه که به هر حال برمیگرده بعضی موقع به شخصیت شخصی خود آدم و بعضی موقع به خاطر محدودیت‌های اجتماعی و آزادی‌های فردی آدم تصمیم به مهاجرت می‌گیره. همونطور که اشاره کردین، سینماگران و هنرمندان زیادی توی سالهای اخیر از ایران خارج شدن. به عنوان سینماگر که خودتون هم مهاجرت کردین، تأثیر این اتفاق رو چطور میبینین توی روند سینمای داخل ایران؟ ببینید تاثیر، خب قطعا تاثیر مخربی داشته، تأثیری یعنی تاثیرش تا همین الان هم نشون داده شده. بسیاری از متخصصین، یعنی آرتیست های بسیار درجه یک توی سالهای اخیر از ایران مهاجرت کردن، بسیاری فیلمسازا، بسیاری از به هر حال هم موزیسین هم فیلمسازا، هم همه آرتیست ها به امید یه زندگی بهتر. و الان نتیجه که ما داریم میبینیم این سینمای بسیار آشفته و بازار بسیار بلبشویی هست که تو ایران وجود داره و عملا به تعریف من سینمایی وجود نداره جز یک سری در واقع سینمای گیشه بسیار چیپ که تولید میشه برای در واقع پایین ترین سطح شعور که توی جامعه وجود داره و خود سیستم میخواد اینو چیز بکنه. به طور مثال سینمای مستقل ما، سینمایی که ما یک تایمی با تمام این محدودیت ها حتی بهش افتخار میکردیم، در طول این سالها اونقدر محدود شد که اصلا سینمای مستقل رو تقریبا تو چند سال گذشته سعی کردن از بین ببرن. من که خودم به عنوان تو ایران به عنوان آهنگساز مثلا سینمای مستقل یا کارگردانه کار کردم که اکثرا فیلم مستقل داشتم،
عملا تو 2 3 سال گذشته بیکار بودم تو ایران، واقعا، چون به خاطر اینکه سینمای مستقل خوابیده، به خاطر اینکه صنعت انیمیشن خوابیده. من مثلا کانون پرورش فکری کودکان میگم و سیستم به نوعی در واقع تحقیر میکنه و کار رو، یعنی اجازه کار و رشد اصلا به آرتیست، به هنرمند نمیده و به نوعی تحقیرآمیز اونقدر با به هر حال هنرمندا برخورد میکنن که خیلی ها به فکر مهاجرت میفتن. نمونهش رو بخوام خب خدمتتون عرض کنم، از دلایلی که مثلا خب انیمیشن هم، من واسه موسیقی انیمیشن هم خب خیلی زیاد کار کردم، انیمیشن هم تو سالهای گذشته انیمیشن خوب و مستقل کلا تقریبا محدود شد، تولیدات کانون پرورش به شدت کاهش پیدا کرد. موضوع نوع نگرشیه که حکومت داره و سیستم در واقع میخواد با یک نوع تحقیری هنرمندا رو واقعا فراری بده، با تنگ کردن عرصه. اونقدر عرصه تنگ میشه، اونقدر شرایط و موقعیت ها از دست میره که خیلی از هنرمندا تصمیم به مهاجرت میگیرن و تأثیر مخربش رو متاسفانه الان تو سینما ایران میبینیم. شما خیلی کارنامه متنوعی دارین، هم با سینمای داخل ایران همکاری کردین، هم با سینمای خارج از ایران، و هم فیلم هایی رو کار کردین باهاشون که داشته در چارچوب قوانین وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ساخته می شده، و هم فیلم هایی مثل منطقه بحرانی که کاملا مستقل و بدون مجوز ساخته شده. این دو فضا رو که تجربه کردین، چه داخل ایران و چه خارج ایران و چه با مجوز و بدون مجوز، چه تفاوت هایی داشته تجربه شما؟ ببینید، کار برای پروژه هایی که خارج از ایران انجام میشه کاملا متفاوته. چه نگاهی که در واقع به آهنگساز دارن، چه به لحاظ احترام و دیدگاهی که تو وجود داره نسبت به آهنگساز به عنوان بخشی از خالق اثر، هم بسیار متفاوته تو ایران، چون به هر حال سالها تو ایران موسیقی کپی رایت نداشته و تهیه کننده ها و بسیاری از کارگردان ها و حتی تلویزیون که خودش یک نهاد بسیار قلدر هست، عادت کرده از موسیقی بدون اینکه پول بده استفاده بکنه و خیلی جاها تحقیرآمیز با آهنگساز میگن اگه نمیتونی با این بودجه کار کنی ما انتخاب میکنیم، ما اصلا خب اون انتخاب حق نداریم این کارو بکنیم. متاسفانه این فرهنگه چون جا نیفتاده، این تفاوت اصلی هست که بین کار کردن تو ایران هست و کار کردن تو خارج. این نگاه به جایگاه آهنگساز وقتی آدم مشغول یک پروژه هست بسیار بالاست. دوم اینکه واقعا محدودیت های دست و پایگیر وزارت ارشاد و ممیزی های میتونم بگم واقعا شاید مسخره که وزارت ارشاد داره دنیای درون کار کردن در ایران 100% کاملا متفاوت میکنه با کاری که آدم خارج از کشور انجام میده. نگرانی ها بابت تولید یک اثر از خیلی نظرات وجود نداره، چون به هر حال یک مرحله از بازبینی ارشاد به موسیقی هم خیلی مواقع برگشته. من زیاد دیدم، حتی مثلا فیلم هجوم شهرام مکری رو رسما گفتن که ترانه اصلا از توش در بیاد. خب این ممیزی ها و این نگاه های چیز توی کار خارج از کشور وجود نداره، مضافم بر این که حتی آدم اگه کار تجاری میخواد، مثلا توی من یه فیلم سینمایی خب گیشه توی استانبول کار کردم، 2 تا کار مستند تو چند سال گذشته، تو 2 3 سال گذشته در واقع با نروژ کار کردم در مورد یک فیلسوف روس بود و الانم مستند بعدی در مورد 2 شخصیت دیگه است، اونم تو روسیه. تفاوت های بسیار زیادی داشته، چه آدم تو سینمای گیشه کار میکنه خارج از کشور، چه تو سینمای مستقل کار میکنه. سینمای گیشه هم سینمای تجاری هم یک قواعد، یک ساختارها و یک حداقل هایی داره که تو اصلا تو ایران وجود نداره، اونها اون سیستم وجود نداره و سینمای گیشه ایران متأسفانه تبدیل شده به یک لودگری و مسخره بازی که فقط میخوان با چیپ ترین مضامین فقط یه پولی به جیب بزنن. به عنوان یه آهنگساز، روند موسیقی انقلابی رو چطور میبینین؟ از قبل انقلاب 57، بعد از اون، و الان توی چند سال اخیر که یک موسیقی اعتراضی جدید داره شکل میگیره؟
اولا عرض بکنم خدمتون، به نظر من موسیقی اعتراضی با موسیقی انقلابی یه مقدار متفاوته. موسیقی انقلابی المان های دیگه، البته من متخصص در واقع ترانه های انقلابی نبودم و نیستم، فقط یک تجربه شخصی دارم از کودکی که با به هر حال آهنگ های انقلابی تلویزیون ما بزرگ شدیم و بخشی از این آهنگ ها حتی آهنگ هایی بود که قبل از انقلاب گروه های چپ حتی ساخته بودن و بعد صدا و سیما ازشون استفاده کرد، مثل ایرانی سرای امید که در واقع هیچ کدوم از اعضای گروه چاوش فکر میکنم اصلا همچین آرمانی نداشتن، ولی بعد از انقلاب استفاده ابزاری صورت میگیره از در واقع ترانه انقلابی، از خیلی از ترانه انقلابی. خب قدمتش که برمیکرده از به زمان عارف قزوینی و علی اکبر خان شیدا. یکی از المان های اصلی ترانه های انقلابی به نظر من یا سرود های انقلابی ماندگاریشون در طول زمان میتونه باشه و خصیصه ملودی که در واقع هم حس ناسیونالیستی داشته باشه، بتونه احساسات اون شنونده رو به عنوان یک احساسات میهن پرستیش رو تحریک بکنه و مضافاً بر اون ملودی داشته باشه که اون حس رو تقویت میکنه، در کنارش رنج هم باید انگار حس بشه یا یک انرژی باید انگار کنارش حس بشه، برای یک امیدی باید تهش حس بشه. ترانه های بسیار ماندگاری از اون دوره مونده، نمونه معروف ترینشون هم میشه از خون جوانان وطن عارف و نام برد که هنوز از اون سال تا الان هنوز زیبایی خودشو داره و استفاده میشه. تو دوره انقلاب خب ترانه های انقلابی که ساخته میشه توسط حکومت، یعنی همه حکومت های توتالیتر این خصلت رو دارن که از آرتیست های درجه یکی استفاده میکنن، سعی میکنن استفاده بکنن و موسیقی انقلاب در راستای تبلیغ ایدولوژی خودشون تولید بکنن. اوایل انقلاب هم این اتفاق افتاد، یعنی خب با ممنوع کردن موسیقی بعد از 2 سال مرکز سرود و آهنگ های انقلابی باز میشه که در واقع با وظیفه تولید کردن سرود و آهنگ های انقلابی دیگه تبلیغ. صدا و سیما تلویزیون هم در واقع مجبور میشن، خیلی از موزیسین ها و اساتیدی که بنده خودم مثلا بعضا افتخار شاگردیشون داشتم مشغول میشن، مجبور میشن که مشغول شن صدا و سیما کار کردن و ملودی های بسیار قشنگی هم ساختن. یعنی حالا من کاری به ایدئولوژی که پشت اون هست ندارم، ولی به نظرم واقعا ترانه مثلا انقلابی قشنگی، امریکا امریکا مرگ به نیرنگ تو، کاری به ملودی پشتش ندارم، ولی ما از کودکی تماما ملودی یاد هممون مونده و یک حسی شاید تو تمام مدارس ماها القا میکردن با پخش این سرود. متاسفانه همون هنرمندها رو هم سیستم آروم آروم از دور خارج کرد، یا در واقع تلویزیون یک جوری انگار نگاهی که مثلا داشتن عملا شروع کردن از هر چی تولیدات چیپتر حمایت بکنن در طول زمان، جای اینکه از متخصصینی مثلا همونهایی که اوایل انقلاب اون آهنگ رو میساختن استفاده بکنن. خب بعضیاشون که فوت شدن، بعضیا بازنشست شدن و تلویزیون خیلی ها رو، خود من به عنوان کسی که 4 سال کار کردم مرکز موسیقی تلویزیون، میدیدم که تلویزیون واقعا میشد گورستان موزیسین ها، مرکز موسیقی صدا و سیما. و متاسفانه خب این حکومتی که میخواد در راستای تولید آثار انقلابی که بخواد ایدولوژی خودش رو تحریک چیز بکنه، تبلیغ بکنه، به مرور زمان میرسه به یه آدم، به یه آهنگ مسخره به اسم سلام فرمانده که میبینیم چقدر مورد تحقیر و تمسخر واقع میشه و شاید بالغ بر صدها ویدیو ساخته شده در مورد در راستای مسخره کردن این آهنگ. و این سیر نزولی رو در واقع نشون میده که در واقع حکومت همه اون هنرمندان رو آروم آروم، حتی همون سیستم رو که خودش رشد کرد باهاش، دونه حذف کرده. و بعد میرسیم به برادر موضوع اعتراض جدید.
بسیار جالبه. بله، با توجه به فرهنگ و زبان امروز قطعا خیلی از این موسیقی های انقلابی شکل میگیره که نمیتونیم مثلا از کنار مثلا تومای صالحی راحت ردشیم. اون هم به نوعی تحریک میکنه، یک شور ناسیونالیستی تو وجود خیلی ها ایجاد میکنه. ولی از توی کارهای اخیر که به نظر من، یعنی با سلیقه من خیلی دوست داشتم ساخته شد، ترانه برای شروین بود که به نظرم خیلی خالصانه، خیلی با یه ملودی ماندگار که تو ذهن همه مونده و مطمئنم خواهد موند برای سالها تو ذهن همه. به نظرم یکی از بهترین کارهایی بود که با نسل جدید در واقع تولید شد. از قطعا زبانش متفاوته، قطعا ادبیاتش متفاوته، قطعا موسیقیش میتونه متفاوت باشه. گرچند موسیقی های انقلابی یه ساختار کلی همیشه میتونن داشته باشن، یک ساختار کلاسیکی از موسیقی انقلابی هست که میتونه همیشه تکرار شه و همیشه همون حس رو داشته باشه. بلاچاو هیچ وقت کهنه نمیشه. شما همین الانش تو زن هر تظاهراتی برای زن زندگی آزادی، باز بلاچاو بلاچاو به عنوان یک آهنگ انقلابی شناخته میشه، هیچ وقت از بین نرفته. و یکی از آهنگ های انقلابی هم که به نظرم این اواخر من دوست داشتم ساخته شده بود با همون ساختار کلاسیک این بود: به نام زن، به نام زن، به نام زندگی. این دقیقا به همون به منو یاد مثلا ملودی های قبل از انقلاب مینداخت، به ملودی های انقلابی قبل از انقلاب مینداخت که با همون ساختار کلاسیک ولی بسیار بیاد ماندنی و پر از شور انقلابی بود درونش به نظر. Thank you.